آقا آقای سلام عباسی علیکم. سلام. ببین انقدر احوال دیر اومدی، ما رفتیم مثلا یه جا دیگه، بنده خدایی به ما برسه. والا من گفتم نمیدونم. شاید شمایی هی نه چیز این میکنه، هی میزن علی مشکینی. خوبین شما؟ قربان شما، سلامت باشید. خب مخلصم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقای عباسی همیشه مرسی. شاداب خوشتیب. ممنون، لطف داریم. متشکرم. مشخصه که این سفر برزیل ساخته آقای عباسی. اتفاقا در الان خدمت دارم تعریف. لاغر شدم، چون به قول معروف تو سفر برزیل خب یه کمی پرخوری کردیم و الان دیگه با ورزش و دوباره رژیمی که تو داریم جبران میکنیم اینا. بسیار داری. به هر حال کسی که اونجا میره باید پرخوری کنه دیگه. از قهوه اونجا برای ما آوردی آی عباسی؟ من خودم به شخص خوشم نیومد، چون توی سوریه با قهوه هایی که با طعم بیشتر هل و اینجور چیزا به قاطیه خب خیلی خوشمزه تره. حالا این مذاق دیگه، مثلا بعد یه چیز دیگه، اونا قهوه شون مثل این مثل ترکا چیز میکنن، زیاد بو نمیدن، قهوه خامه. عجب. آره مثل قهوه من ترک خودم خامه، قهوه ترکا رو خیلی دوست ندارم، با اینکه چون خودم خامه. ترکم. آره خامه، آره شاید. آره یعنی زیاد بو نمیدن قهوه رو. در خدمت شما هستیم. خیر ایشالله. آقای عباسی، ما همونطور که وعده داده بودیم به دوستان، میخوایم توی یک تایم تقریبا یک ساعته، البته بله 40-45 دقیقه در خدمت شما هستیم، یه ربع به آخر به سوالات دوستان عزیز پاسخ میدیم درباره سوریه، فرصت‌های ورود به بازار سوریه و مدل‌های مختلفی که میشه از این سرزمین واقعاً تاریخی تولید ثروت کرد. من دیگه تریبون رو در اختیار خودتون میگذارم دیگه، حالا مباحث رو خودتون شروع کنید، ما بین سوالات رو هم خب میپرسم. البته اصل سوالات بچه ها رو ما نگه میداریم برای اون گروه آخر. ما در خدمت شما هستیم. خدمت شما عرض کنم، خواهش میکنم. الان فکر کنم 10:15 به وقت ایران. بله بله خدمت شما عرض کنم که خب طول عزیزانی که در حقیقت لایو های قبلی من رو چیز کرده بودن، دیده بودن، و همینطور لایو مشترک قبلی بنده و حضرت عالی، از روز اول من بله برخلاف بحثای دیگران دیدم اینه که توی سوریه جای بازرگانی کردن نیست. سوریه جای در حقیقت جامپ کردن، پرش کردن به آفریقا و 22 کشور عربیه، و جاییه که در حقیقت باید اونجا تولید کنی. یعنی شما سطحی پرتابه. دقیقا جاییه که اولا زیر ساختاش هست، مردم بک‌گراند صنعتی دارند، پشتوانه یعنی دید صنعتی رو دارند، و به راحتی شما میتونید این کار رو اونجا ادامه بدید. نیروی انسانی هست، برخلاف عراق که نیروی انسانی متخصص نداره، اونجا نیروی انسانی متخصص داره. و این صحبت ها رو ما هی میکردیم، هی آقا یکی میخواست بره نمیدونم گوجه و خیار بفروشه، یکی میخواست بره نمیدونم چیزای دیگه بفروشه. آخرش به این نتیجه رسیدیم، گفتیم آقا اگه میخوایم بفروشین اشکال نداره بفروشین، ولی حداقلش رو متریال بفروشین، مواد اولیه بفروشین. ببخشید من سریع صحبت میکنم که در حقیقت بتونیم برسیم حد اکثر دیتا رو بدیم. خب اتفاقاتی که افتاده الان تازه به این نتیجه رسیدن، و بعد از این داستان در حقیقت معاون وزیر سمت و خدمت شما عرض کنم هیئت همراهی که رفتن اونجا به این نتیجه رسیدن که آقا به جای اینکه ما بیایم اینجا بگیم چی به ما میدید بفروشیم، چی باید بفروشیم، الان به این نتیجه رسیدیم که ما الان باید بیایم اینجا چی تولید کنیم. از زمانی که ما با شما آخرین لایو رفتیم تا الان اتفاقات خیلی گسترده‌ای افتاده که من خیلی سریع اونا رو اشاره میکنم بهشون. از جمله اتفاقاتی که افتاده اینه که اولا یه بخشنامه رو نخست وزیری توی خدمت شما عرض کنم توی آگوست پارسال توی آگوست همین امسال چیز کرد که 23 تا کالا رو منع کرد. بعد اومد یه سری از کالاها رو
آزاد کرد از اون 23 تا، یه مقدارش رو دوباره اومد هم اونایی رو که آزاد کرد تعرفش رو برد بالا که دیگه اصلا نصرفه. مثلا کل گرانیت و اینجور چیزها رو من کرد از توی سنگا، الان فقط مر رو فکر میکنم، الان فقط گرانیت رو میتونیم این وارد کنیم، ما بقیه رو نمیتونیم وارد کنیم. خدمت شما عرض کنم پسته، بادوم، خورما، کشمش، اینا رو کلن ممنوع کرد. خب اینا چیزایی بود که خیلی ایرانی ها میخواستن صادر کنن. زعفران که عملا یه چیز لاکچریه که اونجا خریدار نداره. صنایع دستی خب باز یه چیز لاکچریه گرونه که باز تو اون وضعیت جنگ فعلا فروش نداره. روغن‌ها رو ممنوع کرد، روغن‌های صنعتی به استثنای یک سری روغن‌های پایه. روغن‌های پایه رو الان بعضی از روغن‌های پایه رو که خودش نمی‌سازه در حقیقت آزاد کرد. خب این خیلی این باعث میشه که دیگه همون ارزی که بنده قبلا داشتم همه برن به سمت اینکه در حقیقت کالای صنعتی رو بدن. تو مواد غذایی الان تنها چیزی که ایران داره وارد می‌کنه عملاً و خیلی هم داره وارد میکنه، هم تجار ایرانی دارن خودشون صادر میکنن، هم تجار سوریه میان خرید میکنن میبرن. یکیش شیر خشک خدمت شما عرض کنم برای لبنیات، ساخت لب، برای کارخونجات لبنیات عرض شد خدمت شما. پودر آب پنیر هستش، نشاسته و عرض شما مایه خمیر یا همون خمیر مایه، که خمیر مایه جزء کالایی بوده که چندین سال الان داره وارد میشه. توی مواد غذایی فقط ایناست. عرض کنم خدمت شما که اتفاقات جدیدی که رخ داده باعث شده که یک کمی صنایع سوری اولا طی ماه گذشته آقای بشار اسد رئیس جمهور بخشنامه‌ای رو صادر کرد که تمام کارخونجات مواد اولیه‌شون رو، این خیلی مهمه، تمام کارخونجات مواد اولیه‌شون رو با 1%، فقط 1% گمرک میتونن وارد کنن. خب بالطبع این داستان رو وزارت صنایعشون خیلی محدود میکنه، حجم هر کارخونه رو میسنجه و اون رو چیز میکنه و اون رو در حقیقت اون رو با توجه به ظرفیت تولید یک مقداری رو بهش مجوز واردات میده که این خودش خیلی خیلی خوبه. یعنی ما میتونیم الان دنبال این باشیم که رو متریال رو چیز بکنیم. موارد دیگه ای که هستش اینه که یعنی خب رو متریال رو 1% تعرفه میگیره دولت سوریه؟ فقط از هر جا که وارد بکنی دیگه 1%. آره ولی نه برای تجار، برای صاحبین کارخونه ها. فردا نه یکی بگه آقا من، یعنی اون ریکوست رو بعد صاحبین کارخونه بدن، یعنی اون ثبت سفارش رو. آها یعنی من از اونا نمیتونم بگم حالا رو متریال آوردم که بفروشم، اونا سفارش. نه خیر، من مثلا من میخوام شما بگم یه کارخونه سرامیک در ما در سال مثلا فرض بفرمایید 50 تن فریت یا گلیز استفاده میکنه، خب که لعاب کاشی هستش، خب اون رو باید وارد کنه. اون با توجه به ظرفیتش میان آقا شما ظرفیتت اینقدر در سال، اینقدر شما میتونی چیکار کنی، شما میتونی وارد کنی و شما به این شکل این مقدار رو، یعنی یه ایمپورت لایسنس براش باز میکنن و اینجوری. ولی یه بحث دیگه که خیلی بده الان تو سوریه، همون در حقیقت اون شگردایی که ما داریم استفاده میکنیم و خودشون اونجا پیاده کردن، از جمله بحث اینه که منابع ارزی رو از کجا آوردی، ارز تو کجا، از کجا کی گرفتی برای واردات و این داستانا، باید حتما مصدر ارزت مشخص بشه. البته یه سری تعریف ها شده، یه سری امکانات هم گذاشته که میشه کار کرد. ما خوشبختانه تونستیم یه راهی رو پیدا بکنیم که حالا اگر ایرانی ها کالایی رو داشتن بتونیم توی انبارشون برسونیم، توی انبارای سوریه بهشون تحویل بدیم و این مشکل تعهد ارزی رو حالا تو سیستممون حل کنیم. یه بحث خیلی 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 مهم دیگه ای که الان هستش اینه که اولا شهرک صنعتی شیخ نجار حلب که دفتر اقتصادی حلب هم معمولا تو اون زیاد صحبت میکنه، کم کم، هنوز اتفاقی توش نیفتاده، کم کم داره یه کمی حرکت میکنه که اون دوباره برگرده.
اما از اون مهمتر، معبر در حقیقت معبر نصیب هستش، معبر جابر نصیب که سمت سوریهش میشه نصیب، سمت اردنش میشه جابر که معروف به معبر جابر نصیب. این دو تا اهمیت داره. یک اینکه اونجا یک شرک صنعتی مشترک هستش بین اردن و سوریه که اون را افتاد، الان دوباره دارن بازسازی انجام میدن و شروع کردن کار کردن، ضمن اینکه آسیب ندیده. خب اونجا منطقه مرز بوده و حالا یا در اختیار دشمن بوده در اختیار اینا، ولی آسیبی دیگه ندیده. یه مورد خیلی مهم دیگه هم که هستش اینه که خود مرز جابر نصیب وقتی راه افتاد، یعنی اینکه صادرات مواد غذایی، صادرات کالاهای صنعتی و صادرات خدمت شما عرض کنم مرکبات سوریه دوباره به کشورهای عربی عملا راه افتاده. خب همه اینها یک خطر خیلی بزرگی رو برای ما تشکیل میده که اگر ما یک کمی قوی باشیم، فکر درستی داشته باشیم و برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم، خیلی راحت، مثل همون روزی که مردم هی به همه میگفتن آقا برید بیت کوین بخرید، میگو بیت کوین چیه؟ الان یه دونش با یه دونش شما میتونی برید فلان کشور سیتیزنشو بگیرید. خب اینم دقیقاً همینطوره. خطر بزرگی که داره واسه ما اتفاق میفته اینه که ما از این به بعد یک سهم عمده ای از بازار عراق رو از دست میدیم. چرا؟ چون دوباره عراق میتونه میوه رو از بازار سوریه بخره. امروز اتفاقا یه نامه ای رسید دست من که از وزارت برنامه‌ریزی عراق برای وزارت راه عراق نوشته بود که آقا ما لطفاً تکلیف مرز سوریه با چیز رو با عراق رو مشخص کنید، چون ما دوباره می‌خوایم اون تاکسیرانی سوریه و عراقشون تاکسی بود، از کنار حضرت زینب تاکسی‌های ماشین‌های جیمز آمریکایی خیلی بزرگی بود که مرتب تردد می‌کرد این مسیر رو، دوباره اون مسیر رو می‌خوایم باز کنیم. خب این اولا من اصلا من به شما بگم قبل از جنگ دو سه بازار استان موسل، استان الانبار، استان خدمت شما عرض کنم بازار یعنی الانبار و نینوا و صلاح الدین و ارشاد خدمت شما که یه بخشی از سامرا، خب حتی بخشی از خود بغداد و یک بخش عمده از اربیل و سلیمانیه در اختیار باز سوریه بود، چون از سمت اربیل و سلیمانی، از سمت حسکه کردهای سوریه‌ای با کردهای عراقی بیزنس داشتن، از این ور هم خود سوری‌ها با این استانه هممرزشون شد. یعنی شما حساب کنید تاکسی که ماشین جیمزی که بالاش داخلش آدمه، بالاش تا فیا خالدون مثلا مخزن آب بار زده داره میبره. خب حتی مخزن آب 10 تا 20 مخزن آب اینجوری. بله خب این بازار دوباره برمیگرده، میوه دوباره برمیگرده، تعرفه نداره، ایمپورت لایسنس نیاز نداره چون عضو اتحادیه عربه و خیلی داستانهای دیگه. لذا این اتفاق اگه بیفته برای ما اونور بده، اما اگر ما زرنگ باشیم توی سوریه تولید بکنیم برای ما بسیار 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 اتفاق خوب و میمونی خواهد. الان کشاورزی سوریه چجوری آقای عباسی وضعیت؟ خوبه. ببینید سوریه 35% ببینید 35 در سوریه 35% کل خاکش خدمت شما عرض کنم که زمین کشاورزیه، که 26% درآمد ناخالص ملیش از کشاورزیه. خب حالا رقم بالایی ها، 26% شوخی نیست. بله. بعد حالا یه چیز دیگه میخوام به شما بگم، این رو شما در نظر داشته باش که سوریه الانی که مثلا فرض فرمایید امسال صادرات پنبه و زیتون و روغن زیتون در کشور سوریه تو کشور بخش دولتی ممنوع بود، ولی همین الان بخشایی که در اختیار دولت نیست مثل استانهای رقه،
شهرهای مثل قامشلی، نمیدونم اطراف قامشلی و منبج و باب و اینا و بخشی از ادلب که دارن پنبه میکارن، تمام پنبهش رو دارن ترکا میخرن و داره وارد ترکیه میشه. بله، حتی بخشی از این پنبه رو به ایران صادر شد به نام ترک، چون اونا نمیتونن به ما اسناد گمرکی بدن، اون بخش دولتی به نام ترک از اینجا وارد شد و صادر شد. لذا یه چیزی که من اتفاقا این رو به بخش اقتصادی چیز هم توضیح دادم، به بخش اقتصادی سفارت ایران هم توضیح دادم، یه آقایی اومده بود گفته بود که آقا 30% ترکیه 30% صادرات داره به سوریه و ما 3%. خب من بهش گفتم اون 3%ی رو که ما صادرات داریم تازه خیلی خیلی کارمون درسته. گفتن چرا؟ بهشون گفتم به خاطر اینکه اون داره آمار این به حساب ترید مپ رو میگیره و آمار ترید مپ رو داره از ترکیه میگیره. ترکیه اصلا کالاش کلن ورودش به سوریه ممنوعه. اون بخشی که ترکیه آمار میکنه داره به ترکیه به سوریه وارد میکنه، یک برای استان ادلب برای ارتش آزاد و جبهه النصره است، دو برای خدمت شما عرض کنم که سمت کردهای حسکه و قامشلی و ایناست. لذا اون داره به اون سمت میره. تازه ما اون 3%ی که اونجا آمار دادن، خب ما با اینکه کالای ما ورودش به اونجا ممنوعه، باز دممون گرم 3% اون توی اون قسمت ممنوع کردیم. خیلی دممون گرمه. آمار درست رو باید از این ور بگیری شما بری. یعنی یه گل به خودی زد اون آقایی که این رو فرمودن متاسفانه و اطلاعاتش هم خوب دقیق نبود. خب یه چیز دیگه که میخوام به شما بگم اینه که عربستان بسیار 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 میگم عربستان ببخشید امارات بسیار 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 حرکت‌های خیلی قوی رو انجام داده. میدونید که امارات تقریبا یک سال نیم دو ساله که الان در سطح کاردار سفارت داره، سفارتش بازه و اومدن بازسازی کردن و چیز کردن سال 2019. و خدمت شما عرض کنم که الان عربستانی اماراتی ها اومدن دنبال اینن که نیروگاه خورشیدی بزنن، دنبال اینن که چیز بکنن. بحث انرژی خورشیدی برای بحث‌های خانگی اونجا خیلی داغه، ولی باز میگم ترجیحاً فروش فایده‌ای نداره، چون نمیتونید رقابت کنید. باید اونجا ترکا نمیشه رقابت کرد، با چی نمیشه رقابت کرد؟ خدمت ترکا عرض کردم اونجا ندارن. عرض شد خدمت شما که ترکا خواهم بدونم رقبای اصلی ما کیا هستن. حالا تو بحث باتری هند فوق‌العاده با ما داره رقابت میکنه. تو بحث و جالب اینجاست که الان حتی کشتیرانی جمهوری اسلامی از هند مستقیما به لازقیه هم داره، یعنی دیگه این امکانو کشتیرانی جمهوری اسلامی هم واسه رقیبمون الحمدلله ایجاد کرده علی برکت الله. خب باز چین هم باز ایرانی جمهوری اسلامی باز دو تا یا سه تا کشتی اختصاصا برای دقیقاً چین به لازقیه باز گذاشته. البته این بخش رو که من گفتم رقیب ایجاد کرده، خب ما با توجه به این که بحث سانکشن داریم معمولا میتونیم فقط توی جایی کار بکنیم که اونا هم سانکشنن دیگه، بریم کالاهای اونا رو بیاریم دیگه، بیشتر از این امکان دورمون در حقیقت نمیرسه. لذا حالا میخوام اینو من یه روب دیگه فقط فکر کنم، فقط فرصت دارم میخوام اینو بگم که تولید در سوریه میصرفه. یه اتفاق خیلی خیلی جالب دیگه ای هم که افتاده عزیزان، دیگه امکان واردات خودرو به سوریه نیست. امکان واردات قطعات خودرو هم تقریبا نه به صورت کامل ولی با یک چیز ضعیفی نیست. لذا بهتره که حتما دوستان به این فکر باشن که اونجا کارخونه ایجاد بکنن. باور بفرمایید کسی مثلا بیاد اونجا آقا جلو داشبورد تولید کنه، نمیدونم لنت تولید کنه. شما امروز اگه جلو داشبورد یا صندلی پراید و سمند تولید بکنی، اصلا وزارت صنایع دیگه به
ایران خودرو و سایپا اجازه خرید این کالا رو از ایران نمیده. میگه آقا من اینجا صنعتگر، خودش اومده داره تولید میکنه، شما دیگه ارز از اینجا خارج نکن. یا مثلا قطعات، ببخشید الان پراید، من تا جایی که خودم میدونم چون یه موقع قطعات پراید رو میفروختم، فکر میکنم نزدیک 200 خورده یا 270 یا 80 مدل خار پلاستیکی داره فقط تو کل بدنه پراید. خب تولید کردن این خارا اصلا چیزی نیستش، یا فیلتر یا نمیدونم، همه این داستان ها قابل اجراست، همه این داستان ها قابل خدمت شما عرض کنم، این امکانش رو وجود داره. و باز میگم دولت بسیار بسیار دنبال اینه که این صنایع رو چیز بکنه، حمایت هم میکنه. حالا از نظر ما ایرانی ها فقط حمایت اینه که آقا وام میده؟ نه، به این راحتی وام نمیده. خب اگه دنبال وامی، ولی زمینتو بهت میده، یه انشعاب آب و برق بهت میده که کارتو را بندازی، یک تنفس یک ساله بهت میده، بعد از یک سال شروع میکنه ازت قسط زمین گرفتن. خب بله خوبه. خیلی از تجار سوریه، خیلی از تجار سوریه هستن که الان آمادن در رابطه با خیلی از زمینه ها مشارکت کنند برای ساخت. یه مورد خیلی خطرناک دیگه هم باز هست، من به نظرم میاد اینا رو باید بگم عزیزان، تو سوری هایی که رفتند خارج از کشور و آدم پولدار بودند و پولشون رو تونستند منتقل کنند و در جاهایی، من الان امروز که دارم با شما صحبت میکنم هم خب دارم میبینم توی مثلا فرض کنید تو ترکیه، توی سودان، توی کشورهایی که خودم دارم میرم دارم میبینم، سوری ها اونجا کارخونه های خیلی قوی را انداختن. الان اگر فرض بفرمایید با 10 میلیون 20 میلیون دلار رفته بیرون، الان با 200-300 میلیون دلار داره میاد توی سوریه. امروز اگر شما چیز نکنی، امروز اگر شما خدمت شما عرض کنم نجنبی، اون وقتی که میاد خب قوی تر از شما میاد. و جالب اینجاست که اون الان دیگه صاحب تکنولوژی اروپاییه، اون الان دیگه سوریایی که خارج از ایران بودن و خارج از کشورشون بودن و دارن برمیگردن با سرمایه‌های بله. هندو. بله بله. خب لذا میخوام به شما بگم که بله. بله این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که شما الان بتونی اونجا جاپاتو محکم کنی. یه مورد دیگه ای که قبلا باز ما گفته بودیم که آقا سوریه دروازه شرقی، دروازه غربی ایران برای ورود به بازار خدمت شما عرض کنم آفریقاست. ما الان روابط خیلی خوبی داریم با لیبی، با تونس. سفیرمون آقای دکتر شیبانی بسیار 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 مرد فعالیه، بسیار از سفرهای خدمت شما عرض کنم قدیمی و کارکشته وزارت خارجه است و یکی از متخصصین خاورمیانه است، یکی از ماهرترین آدمهای خاورمیانه است که کل این خدمت وزارت خارجه ایش و دانشگاهش رو در توی محیط خاورمیانه در حقیقت کشور مختلف تهیه کرده و بسیار آدم کارکشته ای تو این زمینه، ارتباطات خوبی داره و چیز گروه های خوبی رو راه انداخته. و ما الان توی جدیدن من هفته گذشته یک بساب کلاپی رو ایجاد کردم با هماهنگی ایشون که توی این کلاب یک تعداد خیلی زیادی بازرگان لیبیایی و بله آره و تونسی هستم، به اضافه اینکه خدمت شما عرض کنم یک تعداد یکی دو تا وزیر رؤسای اتاق بازرگان حتی در این حد در حد وزیر مشارکت میکنن. فکر میکنم هم الان صادرات به اونجا خوبه و هم تولید در سوریه برای صادرات به اونجا خوبه، لذا الان این فرصت ها رو ببینید، الان این فرصت ها رو ببینید. اگر بحث جنگ تموم شد دیگه جنگ تموم شد، اونهایی که رفتن جنگیدن، اونهایی که شهید شدن خدا رحمتشون کنه، اونهایی که موندن دارن برمیگردن عقب،
الان بچه های گروه اقتصادی باید بیان اونجا به جنبن. در غیر این صورت خیلی راحت، من همیشه توی لایوان میگم آقا تو داری با بنی امیه کار میکنی، حواست باشه اصلا نجنبی یکی دیگه میاد سر جات میاد. اینا رو باید چیز کنیم. بله، مثلا سوریه که الان نسبتاً هم بازار بیکریه، خب خیلی بله از برندهای مطرح اروپایی امریکایی که قبل از جنگ تو این بازار بودن، تازه تو بازار دقیقا. که شرایط اقتصادی خوب بود مردم میتونستن پول برند بدن، دقیقا. الان دیگه هم اونا نیستن هم مردم شرایط اقتصادشون خوب نیست. اینی که یه فضای فراهم شده برای کسی که تازه بخواد یه حرکتی بزنه برای اینکه بتونه آینده اون بازار رو بسیار داشته باشه. خب علی عباسی عزیز، ما قبل مدام. از این که بخوایم وارد بحث سوالات دوستان بشیم، یه مقدار حالا چون میدونم که قالب سوالات تو این در واقع موضوع میگنجه که شما اگر میفرمایید تولید، به هر حال وقتی شما میگی تولید یعنی همه آن چیزی که داری رو بیا درگیر کن. حالا این داری لزوما به معنای مادی نیست، به هر حال تولید یعنی درگیری 100%، شما بری اونجا اصطلاح من پهن بشی، بعد درگیری با عرض به حضور شما سازمان های مختلف برای گرفتن مجوز مواد اولیه نیروی کار و و و اونم تو کشوری که طبیعتا حالا ما ایرانی ها خیلی اطلاعاتی نداریم. یه ذره درباره امنیت تولید به نظرم صحبت کنیم شاید بد نباشه، مخصوصا امنیت در واقع فروشش، یعنی آیا آن چیزی که تولید کردیم واقعا چه امنیتی وجود داره که ما میتونیم برای اون مارکت داشته باشیم؟ خب من برای اینکه وارد این بحث بشم یکم میخوام برگردم عقب یه چیز رو توضیح بدم و بعد بیام. ببینید، دو هفته پیش یعنی 8 تا 12 آذر ماه نمایشگاه، دومین نمایشگاه تخصص انحصاری جمهوری اسلامی در سوریه بود که من خودم به شخصه روزی که این نمایشگاه برگزار شد سوریه رو، همون روزی که افتتاح بود، من سوریه رو ترک کردم و حالا از فیلم هایی که دفتر اقتصادی حلب توی سایتش گذاشته بود دیدم، همکاران من همه رو دونه دونه تو بخش مختلف موظف کردم که برید آقا ببینید و نظراتتون رو بدین. خب همکارای من آدمای بسیار بسیار، از خود من که باسواد نیستم، از من خیلی باسواد و آدمای کارکشته، یعنی مثلا فرض کنید آقای اسام خوری، ایشون مدیر شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه است، 20 سال این همکار منه. خب داره میره اونجا نمایشگاه رو داره بررسی میکنه در نظر مثلا محصولات برقی، یا مثلا فرض فرمایید خانم آیات جمعه مثلا ایشون متخصص هوش مصنوعیه. خب میره ایشون توی جنبندی هایی که داشتیم، ببینید من یه چیزی بهش میخوام، گفتم که برمیگردم یکم عقب که بعد بیام این سوال رو جواب بدم. عزیزانی که اومدن این نمایشگاه، به نظر من اگر هزینه‌ای که بابت این نمایشگاه داده بودن، این هزینه رو دست خودشون هزینه می‌کردن و می‌اومدن 15 روز 20 روز اینجا مطالعه بازار می‌کردن، خیلی بهتر بود. توی اینجا مثلا من دیدم شرکتی رو آورده بودن، من الان نمی‌خوام دقیق ریز بشم، ریزش هم دارم، اتفاقا خیلی ریزش هم دارم، ولی دوستان گفتن نه وارد این ریزها نشو. خب بنا به توصیه دوستان، من می‌خوام شما بگم که شرکتی اومده اونجا که داره شکلات می‌فروشه، مثل شرکت مثلا مارک خیلی، برند خیلی معروفی مثل فرمند اومده اونجا. خب بابا تو که تو قبل از این که بیای آقای فرمند بیا، کسی بهت نگفت اینجا شکلات و شیرینی خودش صادر میکنه و اصلا وارداتش ممنوعه؟ یا مثلا مارک خیلی معروفی مثل شاهسوند اومد اونجا، خب حیف بود این پول اونجا هزینه بشه. کسی که میخواد بیاد، خب کسی که میخواد بیاد، به نظر من انگلیسی یه ضرب المثل دارن، میگن pay the penny keep the money. مطالعه بازار پولش خورده آقای بایزی، شما خودتون کارشناس این داستان هستید. خب یعنی شما میخواین یک سرمایه گذاری، مثلا میخوام بگم آقا یک سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری، 10 میلیون، نمیخوام بگم 200 میلیون دلاری، یه 10 میلیون دلاری بکنی، بعد مثلا زورت میاد 5000 دلار بدی بابت یه مطالعه بازار. خب این نمیشه که. خب لذا من میخوام بگم که
مطالعه بازار شرط اوله. از نظر امنیت فیزیکی، جنگ و بکش بکش و فعلا اینا، فعلا تو مناطقی که شهرک صنعتی هست، نه الان، در زمان اوج جنگ هم امنیتش برقرار بود، چون شریان حیاتیه. خب شریان حیاتیه. خب مگه این شهرک صنعتی شیخ نجار درست میگم؟ بله بله. ببینید شهرک شیخ نجار اصلا اون تمومه، اون جزء اون، یعنی در مرز ترکیه و در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه است، یعنی جاییه که داعش اونور خاک نشسته و داعش داشته. ضمن اینکه یه چیزی به شما بگم، شهرک صنعتی شیخ نجار رو میدونی کی زدن؟ زمانی که شبونه تمام ماشینالاتش رو باز کردن، بردن، دزدیدن، بردن اونور، بعد شروع کردن به زدنش. شهرک صنعتی شیخ نجار رو اول قشنگ دزدیدن، بردن اونور، لختش کردن قشنگ. فقط یه سری آدمی که به مملکتشون وفادار بودن، دولت بهشون گفت سریع، حالا که سریع برید ماشیناتون رو بردارید بیارید مثلا یه جایی مثل استان ترتوس، اونجا بهتون جا میدیم چیز بشین. ولی اول اونو لختش کردن بعد زدنش. اما من دارم در رابطه با شهرک صنعتی ادرا صحبت میکنم، شهرک صنعتی حسیه صحبت میکنم، در تو اینات صحبت میکنم. یه جاهایی مثل همه شما میتونی کارخونه بسازی، حالا شرک سنتش کوچیکه ولی اطرافش میتونی بسازی. از نظر فیزیکی امنیت برقراره. از نظر اداری یک تشکیلاتی دارن به نام یک پنجره، نفیده واحده. شما میتونید میتونید خدمت شما عرض کنم از ابتدای این سایت اداریشون، اتاق ساختمان اداریشون که وارد میشی، یکی یکی این اتاقا رو میری، تمام کارات که مربوط به تمام وزارت خونهاست تو این تو این اتاقا تموم میشه تا میرسی به رئیس، امضا میکنی، زمینتو تعویض میگیری. ظرف مثلا نهایتا میخوام بگم خیلی دیگه باش شانس بشی یه ماه تمومی، ولی خیلی کمتر از یک ماه، خیلی کمتر از یک ماه کار تمومه و میتونی کار بکنی. دو، اصلا به هیچ وجه به هیچ ایرانی پیشنهاد نمی کنم خودش بره اونجا واسه خودش تشکیلاتی بزنه. هر ایرانی یه جوینت سوری بگیره، ماشینالات و نوهاو، دانش فنی از ایرانی، زمین یعنی محل کارخونه و خدمت شما عرض کنم فروش با سمت سوری یک آیتم مشترک میمونه که اونم سرمایه در گردشه. این میشه کار، این میشه یه کار. سرمایه در گردش رو مشترک میذارن این بر ایرانی ماشینالات و نوهو، حالا اون دانش فنی که وجود داره، اون برم در واقع بحث مدیریت فروش و فضای فیزیکی و فضای فیزیکی و ادمنستریشن. چون شما به بچه بازار نیستی، شما نمیتونی جنس قرضی بدی، ولی اون میتونه. شما نمیتونی بله. لذا این بحث ها به قالب یک پروژه های مشاوره ای قابل اجرا هستش با عزیزانی که جدیه، نه اینکه بیاد دو روز سه روز وقت بگیره، وقت ما رو بگیره بعد بگه نه آقا من الان پشیمون شدم. خب من پشیمون شدم دیگه نداره. خب خیلی خیلی متاسفانه بسیار بسیار این کار رو کردن و متاسفانه خیلی 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 دید بدی ایجاد شده که آقا ایرانی ها فقط حرف میزنن. یعنی وزیر داره میگه، میری پیش وزیر میگه شما ایرانی ها فقط حرف میزنید. خب بابا زشته وزیر دیگه این حرف رو بزنه. خیلی زشته. نه متاسفانه این گیر هست. ما هم واقعیت یه تیم لبنانی داشتیم، تو روی ما گفتش که شما نمیخواید صادرات کنید. گفتیم یعنی چه؟ نمیخواستیم صادرات کنیم. گفت نه دیگه من میدونم شما نمیخواید. یعنی میدونید واقعیتش بعضا ما خودمون یه چوبایی لای چرخ خودمون میذاریم. آره. ما هم حواسمون هم نیست که ببین الان نباید تو اینطوری برخورد کنی، این پالس منفی داری میدی، اون داره با اشتیاق میاد، تو داری مثلا با یه پوزیشن، حالا نمیخوام وارد دیتیلش بشم. خب آقای عرض به حضور شما عباسی عزیز،
یه چند تا سوال، البته من هنوز کامنت ها رو باز نکردم، ولی توی این قسمت کوشنی که ما داریم دوستان سوال پرسن، یه سوال خوبی که من اینجا دیدم، یه دوستی پرسیده که خب آیه عباسی، این مثال هایی که شما میزنید حالا تو سطح کلانه، طبیعتا دوستانی که حالا دارن این لایو رو میبینن یا دوستانی که به هر حال تازه میخوان شروع کنن، شاید سرمایه هاشون خیلی کمتر از اینها باشه. میخوام بدونم که مثلا اگر بخوام یه کفی، حالا سخت که طبیعتا نداره، ولی بخوام یه کفی رو در نظر بگیریم، چقدر سرمایه لازمه؟ حالا یه مثال بزنید برای تولید مثلا فلان کالایی که اتفاقا الانم بازار. خب ببینید، من از این دوستمون که اگر صدای من رو میشنوه، اتفاقا میخوام اون به من بگه مثلا خودش چی در نظر گرفته که من به اندازه همون راه نمایش کنم. ببینید شما، وقتی من یه بار عرض کردم خدمتون که سوریه یه کشور صنعتیه، آدماش آدمای صنعتی هن، خودشون کارخونه دارن، خودشون کارگاه دارن، خودشون خیلی چیزای مختلف دارن. شما وقتی با یه کار کوچیک میخوای بیای، مثلا من میخوام بگم عزیزی بود 5-6 روز هر روز به من پیغام میداد که آقا ما کارمون توی شبکه های توزیع برقه، توزیع شهری، خب لطفا به ما بگو ما چجوری میتونیم بریم اونجا پیمانکاری بکنیم. بهش گفتم عزیز من، توزیع که هیچی، تو انتقال من پست برق نوبل از زهرا رو که داشتم می ساختم، یه نفر ایرانی با خودم نبردم، فقط من ایرانی بودم، همه رو خودشون تو انتقال پست 66 به 20 رو نیروی فنی داره، پیمانکار هم داره. خب من اصلا به نظر شما من بیام اونجا شرکت بزنم؟ خب نمی صرفه. چرا نمی صرفه؟ چون فلان پیمانکار، مثل اینه که من الان آقای واعظی یه عمری در سوریم، خب بعد شما یه عمری در تهرانی، کار من و شما یکیه دقیقا، ولی من در سوریه، بعد من بخوام بیام از سوریه بخوام بیام تهران رقیب شما بشم، خب شما یه عمری تو وزارتخونه های مختلف شما رو میشناسند. من وقتی میرم به فلان وزارتخونه وارد میشم، به من میگن ببخشید شما تو کدوم پروژه ایرانی کار کردی، مشاوره دادی؟ میگم هیچی. خب چی به من میگن؟ میگن ببخشید شما امتیاز منفی داری. لذا میخوام بگم برای من دارم بحث کارخونه میکنم، بحث کارگاه نمیکنم. خب کلانم نیست، اصلا کلان نیست. یعنی من نگفتم شما بیا ببینید، مثلا میخوام به شما بگم الان یه دونه دستگاه اینجکشن، یه دستگاه تزریق پلاستیک میخواد دیگه حداقل کار کنه. اتفاقا یکی همین الان پرسیده ظروف پلاستیکی، تولید ظروف پلاستیکی در نه. سوریه هست، موجود، خیلی هم فرامون، خیلی فرامون. خب ولی مثلا من میگم آقا یه دستگاه تزریق پلاستیک مثلا پی وی سی بیا جلو داشبورد بزن، بیا نمیدونم خب ببخشید جلو داشبورد ماشین چیه؟ من اینو قبلا تو لایو های دیگه هم گفتم، پی وی سی که برای دمپای کنه، برای دمپای استفاده میشه، همونه کال، همونه جنسش، یعنی پی وی سی کامپونده، پی وی سی ریسایکله. خب دیگه اینو دیگه این شما اینو نزنی، یا مثلا فرض کنید تولید مثلا میخوام بگم که تولید صندلی چیه؟ پروفیله، یه مشتی پیچ و مهره است، فنره و پارچه و فومه، کل صندلی. خب آقای عباسی اینا که نوهو نداره. ببین ما الان اونجا شما تو مثالت گفتی که از ایران نوهو و ماشاءالله با ما، حالا اینا از جنس ماشاءالله، نوهو به اون معنا که نداره. نه نه ببینید نوها داره. حالا به شما میگم نوها داره، شما توی ایران نوها نداره، ولی اونجا داره، چون هنوز نرفته اونجا دیگه. آها خب شما الان نیست. بله شما الان وقتی شما که کسی اونجا تولید نمیکنه، من یه چیز رو خب... سطح پایینه. بله خب من دارم اصلا نگفتم، من اصلا نیومدم بگم آقا شما بیا مثلا فرض بفرمایید یه کارخونه مثل ایران ترانسفور رو بنداز، مثلا ترانس های فوق توزیع، اصلا من همچی حرفی نزدم. یا مثلا بیا مثلا مثل یه کارخونه مثل پارسویچ رو بنداز بشه آبوه سوریه، من همچنین نزدم.
همین کارگاه اصلا مثال خیلی ساده، من خار پرایدو مثال زدم، لنتو یعنی خیلی چیزای ساده ایه در حد کلان. پس یعنی شما میفرمایید که اینا الان در حال حاضر کسی بتونه تعمیر ماشینالات بکنه، ماشینالات و دانش فنی کار با اون ماشینالات که طبیعتا خودش میشه آره. در واقع پایی که هست، این پتانسیل وجود داره. منتها خب از اون طرف بعد یه طرف سوری هم باشه که زمین و خیلی راحت، بسیار بسیار راحت پیدا میشه، بسیار بسیار راحت این داستان پیدا میشه، یعنی هیچ کار سخت خوب. هیچ کار سختی نیست. من حتی به شما میگم قطعات پراید رو اگر کسی توی سوریه تورید بکنه به عراق هم میتونه صادر کنه، چون الحمدلله این سرطان پراید به عراق هم صادر شده و اونجا هست. متاستاز کردم. بله فراگیر شده. عرض به حضور شما که این تو بحث قطعات، حالا خودروهای ایرانی که به کنار، تو فکر میکنم تنوع خودروهای ایرانی پراید و سمند و اینها باید بشه، حالا اونها به کنار، بعضی از این شرکت های قطع اساس هستن که اتفاقا ما توی این سفری که تو آمون داشتیم که از شرکت های بسیار بزرگ بود و ماشاءالله فوق‌العاده خوبی هم داشتن، به ما میگفتن اصلا قطعات خودروهای خارجی شما مثلا نمونهش رو ببینید، حتی اگه نقشه فنیش هم نباشه ما میتونیم مهندسی معکوس بکنیم، مثلا دیسک مثلا فیتو کمری مثلا 2011 رو بزنیم که الان خیلی هم زیاد. خب یعنی پس اینها هم فکر میکنید که بازار خوبی داره. حالا یه مثال دیگه واسه تون پس بزنم، خیلی حرف خوبی زدی، دمت گرم. بجز ایران خودرو و سایپا، هلدینگ امان در حقیقت کارخط در استان در شهرک صنعتی حسیه یک شرکت خودروسازی داره که در حقیقت چیزه کیا موتوره و اون کیا موتور رو الان چون کیا موتور فعلا تو به دلیل سانکشن جنس بهشون نمیده، اینا دارن لیوان میارن و از اینجور چیزا. تمام این ماشین چینی ها رو شما قطعه میتونی بزنید، قطعه بزنید. نه خیلی عالی، یعنی مخصوصا این قانون جدیدی هم که حالا تصویب شد آقای دکتر عباسی که واردات خودرو در مقابل صادرات یا خودرو یا قطعات خودرو، این موضوع رو جذابتر هم کرد که در واقع میشه واردات خودرو در مقابل صادرات اینها داشت. حالا البته من دارم به این فکر میکنم که کسی اگر در ایران بره اونجا تولید بکنه، با توجه به اینکه گمرک ایران رو رد نمیکنه دیگه، چون تولید اونجا اتفاق میفته و گمرک ایران هم سنسوراش به اون مراکز خروجیش حساس، اون کاری نداره شما اونجا دارید تولید بکنید. دارم به این فکر میکنم که یه فردی که اونجا تولید بکنه میتونه از این قانون استفاده بکنه که خود رو واردات بکنه. ببینید یه قانونی تصویب شد که شرکت‌ها و افرادی که بتونن خودرو یا قطعات خودرو یا حوزه های مرتبط با همین، حالا یکی دو تا شاخه هست اما حضور ها، این قانون قانون در ایرانه، در ایران اجازه میدن، چون میدونید الان وارد خودرو در ایران ممنوعه، خب مثلا اجازه و ارزی هم تخصیص نمیدن. گفتن کسی که بتونه از این ناحیه تولید ارز کنه، تولید درآمد دلاری بکنه، اجازه میدیم بهش با اون درآمد ارزی خودرو واردات کنه. و واقعیتش اینه که آیا عباسی نمیدونم چقدر در جریان هستید، خب خود رو یه جامپ خیلی در واقع عجیبی داشت و هنوزم این جامپ ادامه داره. مثلا فرض کنید که یه خودرو یک تویوتا کمری 2006 که حالا هر حال اون مالکش اون خودرو رو هم مورد عنایت قرار داده، شیرین مثلا 480 تا 500 تومن میره، میگم تازه خودرویی که خیلی هم سالم نیست، آره 480 میلیون 500 تا مثلا بعضن 800 میلیون. نه تویوتا کمری 2006 2007. آها بله چقدر؟ بله آره این شکلی. یعنی شما الان با دلار الان بخوای حساب بکنی، ببینید 10000 دلار میشه 300، یعنی تقریبا میشه مثلا 13000 دلار 15000 دلار. خب خیلی پوله. در صورتی که من یا آره
من یادم قبل از این 2 سال پیش بود فکر میکنم که ما رفته بودیم نجف، هم زیارتی بود هم کاری بود. من اونجا یه سراتویی که حالا اونجا اینجا سراتوهایی که اینجا هست غالبا سراتوهای آیت الله سایپاس، یه سراتویی که در واقع مال خود کره بود، مال خود شرکت کیا بود، اونجا صفرش گذاشته بود 12,000 دلار صفرش. در صورتی که الان مثلا سراتو سایپایی الان مثلا شما زیر 500 میلیون زیر 470 شما مثلا گیر نمیاری. اینه که میخوام به شما بگم یه سود خوبی داره. لذا این برای خود من الان سواله، کسی حالا اینو باید اونجا تحقیق کنه، کسی اونجا قطعه تولید بکنه آیا گمرک ایران نه نه شامل ها نه اصلا هم چیزی اتفاق نمیفته دیگه، طبیعتاً صادرات تشخیص نمیده ولی ببینید همین فرمایشی که الان شما فرمودید در تو قطعه، مثلا لنت سازی جزء چیزای جالبیه که اصلا شما کسی که مثلا لنت پراید و سمند میتونه تولید کنه، همون میتونه لنت مثلا ماشینای مختلف بله. چیز رو آره خیلی خیلی چیزه. یه حسن دیگه ای که داره اینه که الان سوریه شما میتونید ماشینالات دست دو وارد کنید، تو ماشینالات دست دو گیر نمیده. البته خروج ماشینالات دست دو از ایران ممنوعه تا جایی که من مطلعم، ولی ورود ماشینالات دست دو اونجا، ولی به نظر من بسیار بسیار امکان خوبی داره این داستان. آره الان این دست دو هم که گفتینم خیلی خوبه. بله چون دست دو هم همون قیمتشون خیلی پایین تره. خب پس آیه عباسی من چون یه مورد یادم رفت بگم و اون هم اینه که قانون شماره 18 سرمایه گذاری مربوط به سال 2021 رو سایت دفتر اقتصادی حلب ترجمه کرده گذاشته روی سایتشون. البته من پیشنهاد میکنم که اگر نسخه عربیش رو میتونید بخونید یا نسخه انگلیسیش رو بتونید بخونید قابل درکتره، چون اون نسخه نسخه دفتر اقتصادی حلب یک جاهاییش ترجمهش به نظر من، حالا شاید من اشتباه میکنم، به نظر من یه جاهاییش نه همه جاش یه جاهاییش مشکل داره، میتونست بهتر از این در حقیقت ترجمه بشه. لذا اون رو هم اگر کسانی میتونن مطالعه بکنن خیلی عوض کرده، چون یه قانون شماره 10 و یه قانون شماره 8 داشت و بعد یه قانون شماره 10، خیلی اومد الان عوض کرد این قانون رو و خیلی تحصیلات بهتر و چیزتری داره. ببین که سوریه یک کشور لایکه و کشوری که لایکه دید کلن مادیه، باید فقط یه دید سرمایه‌داریه، برو جلو همینجوری دیگه، درگیر این داستانا نیست. ضمن این که ما فعلا به عنوان ایرانی پاسمون یه بلنش کارته، یک چیز قویه تا هستش بریم بچسبیم به این کار. بله. اتفاقا من همیشه به دوستان میگم به هر حال کشور ما، حالا کاری به بحثای سیاسی ندارم، ما یه هزینه امنیتی تو بعضی از کشورها دادیم، هزینه های سنگینی هم دادیم تو سوریه، تو عراق، تو یمن. به هر حال این هزینه هایی که ما انجام دادیم باید استفاده بکنیم، این نباشه که هزینه امنیتی رو ما بدیم و تهش هم پورکا بیان استفاده بکنن که حالا بله شما اشاره ای هم کردید. خب فعلا ترکا جا ندارن، فعلا عربستانی هم جا ندارن تا نیومدن به جنبید. آها تا نیومدن به جنبید. عرض به حضور شما که من میخوام این صحبتایی که بین من و شما، این اطلاعاتی که بین من و شما رد و بدل شده، یک دقیقه جمع‌بندی بکنم بعد کامنت‌ها رو باز بکنم. پس ببینید الان به یه بسم الله الرحمن الرحیم، کسی بخواد در بازار سعودیه وارد بشه، آپشن یعنی پیشنهاد اول اینه که تو به عنوان تولید کننده وارد بشه، نه به عنوان اینکه حالا یه صادرات رو انجام. البته طبیعتاً این شامل همه کالاها نمیشه، چون شما فرمودید یه سری رو متریال وجود داره که کارخونه ها بهش نیاز دارن، ولی منوط به اینه که اون رو متریال ثبت سفارش توسط اون کارخونه سوری انجام بشه، نه اینکه من فرض کنید فلان ماده معدنی رو ببرم اونجا و بخوام بفروشم. البته اون شکلی هم ظاهرا شدنیه، ولی
دیگه شامل اون 1% نمیشه. نه شامل 1% نمیشه. بله شامل 1% به هیچ وجه نمیشه. این نکته اول. نکته دوم، حالا بریم سراغ بحث تولید. نکته دوم، اگر کسی بخواد در سوریه به اون در قامت یک تولید کننده ظاهر بشه، اولین موضوع مارکت ریسرچ. یعنی آقای عباسی میگن شما دست گرداری اول، اگر خودت بلدی خودت، اگر نه خودت بلد نیستی بدی دست کسی که واقعا این کار است، کسی که عمرشو سرمایهشو همه چیشو تو اون کشور هدف گذاشته و میتونه به هر حال یه اطلاعات، طبیعتا یه انحراف معیاری داره، ولی میتونی اطلاعاتی که بتونی اشتکی کنی رو در اختیار شما قرار بده. حالا ما فرض رو بر این میذاریم که اوکی، مارکت ریسرچ هم انجام دادیم، اینم تیکش خورد. حالا مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که ما عرض به حضور شما اون کالا، با فرض اینکه اون کالا تیکش خورد، بریم یه پارتنر سوری پیدا بکنیم. حالا تو این قسمت خیلی صحبت نکردیم آقای عباسی، حالا میخواید اینجا هم یه ذره توضیح بدید؟ ولی بذارید تو انتها بگم، یه پارتنر سوری پیدا کنیم. حالا پارتنر سوری، توافقات و غیره و ذالک، عارضم به حضور شما. آها، این قسمت رو هم ممنون میشم پاسخ بدید. به هر حال ایرانی که میاد اونجا تولید بکنه، طبیعتاً دنبال تولید ثروت غیر ریالیه، حالا دلاری، یورو یا ارزهای دیگه. طبیعتاً یه قسمتی از این درآمد رو میخواد به ایران برگرد یا اصلا به جای دیگه انتقال بده. آیا دولت سوریه موانع این شکلی هم گذاشته؟ پس یکی درباره پارت پیدا کردن پارتنر، یکی درباره انتقال پول از سوریه. همه اینا، همه این سوالاتی که فرمودید توی قانون شماره 18 سرمایه‌گذاری به ریز توضیح داده شده که چجوری پول خارج کنی، چجوری میتونی پول نگهداری، چجوری خرید کنی. همه اینا رو کامل سرمایه‌گذار در کجا ازش محافظت میشه، تو چه چارچوبی ازش محافظت میشه، تو چه چارچوبی خلع مسئولیت میشه ازش، همه اینا رو بریز اگر بخوایم توضیح بدیم. من می‌خواستم یه بار می‌خواستم این کارو بکنم، دیدم حداقل 5 جلسه من کلاب هاوس 2 ساعته باید بذارم چون بند بندش رو بخونم. ولی یه چیز دیگه هم که یادم رفت، من خودرو رو توضیح دادم. از اونجایی که سوریه لوازم خانگی ممنوعه وارداتش، چون خودش تولید میکنه، قطعات لوازم خانگی فوق‌العاده میتونه بازار خوبی باشه. عجب، بسیار. اصلا این قطعه سازی یکی از مارکتش همین قطعات لوازم خانگیه. بله، همین قطعات لوازم خانگی، حالا جدا از خودرو و غیره. مثلا متأسفانه دو تا از شرکت ایرانی که هود و اینجور چیزا میساختن و اومده بودن که من دلم بالشون سوخت که چرا اینا اومدن. خب اینا که جنسشون نمیتونن بفروشن. آها، یعنی خود هود رو نمیتونن بفروشن، که خودشون دارن یخچال و نمیدونم سینک و هود و ممنوعه کاملا یا تعرفه هاش خیلی بالاست؟ نه ممنوعه، تعرفه هاش خیلی بالاست. حالا دیگه به قول معروف تعرفه‌اش اصلا کل خیلی بالاست، یعنی نمی‌صرفه. یه جورایی ممنوعه. ببینید اصلا برای ما هر چیزی که برای ما ایرانیا، هر چیزی که خارج از اون لیست تعریف شده توافق تجارت آزاد ما و سوریه باشه اصلا نمی‌صرفه. خب اون لیست رو هم حالا بعداً هم به سازمان روی سایت سازمان توسعه تجارت مرتب هستش و مرتب آپدیت میشه. معمولاً زمانی که آپدیت میکنن یه سوالاتی هم گاهن از ما میکنن، میگن آقا این نظر در تو این چیه، نظر چیه. حالا من لیست ایران و روسیه رو دیده بودم، ولی ایران و سوریه رو ندیده بودم. نه هستش، سایت سازمان توسعه هستش. اگر هم کسی میخواد بره دستی بگیره، اداره کل عربی آفریقایی آقای دکتر پیلتن، از ایشون میتونه بگیره، یا آقای دکتر سجاد نژاد. یه مقدارم درباره پیدا کرد، چون فکر کنم این خیلی قسمت مهمیه، چون الان من به نظرم حداقل من یکی دو تا شرکت رو میشناسم که این توضیحات رو بشنون، دستشون رو میبرن بالا، میگن I'm ready، اوکی. خب ولی این نکته‌ایه که پیدا کردن پارتنر، اینو یه ذره توضیح بده. خب بسیار ساده است این داستان، حالا عرض میکنم خدمت شما که سوریه تقریبا 10% خاک ایرانه. یعنی ما 1,850,000 خورده کیلومتر مربع این سوریه، 185,000
خورده کیلومتر مربع، یه صفر کمه، ما 10%، ما در اون 10%. لذا آدما رو اصلا از روی فامیلیشون، یعنی اونایی که حالا بنده‌ای که از سال 2004 تا الان اونجا هستم، از روی فامیلی طرف میفهمم یا اصلا از روی لهجهش میفهمم بچه کدوم شهره. خب آمار در آوردنش سه سوت است، یعنی خیلی ساده است برای کسی که بچه اونجا، بچه محله دیگه، نه برای کسی که الان دیروز از تهران پا شده اومده بازار حمیدیه به حساب تاب خورده فکر کرده سوریه رو بلده. اما قبل از اینکه بیام شریک پیدا بکنم، من اول یه توضیح بدم. اگر قرار هستش کسی به شما اطلاعات بده، آقای سرمایه گذار، اول بشین خودت یه کوشنری تهیه کن بر اساس اون چیزی که میخوای تولید کنی تو مخته، تمام سوالاتتو در بیار. خیلی هم ساده است. شما یه طرح توجیهی تو ایران داری، همونو میخوای تو سوریه پیاده کنی، همه سوالات طرح توجیهی تو بفرست برای اون آقا، اون بریز برای در میاره، یا خودت برو اون سوالاتو پیدا کن. بعد میتونی بفهمی کیا تو این صنف کار میکنن و بعد میتونی قویا رو تو این صنف بشناسی و بعد میتونی کسایی که میتونن توی این صنف به درد شما بخورن. به درد شما کی میخوره؟ به درد شما تولید کننده اون صنف نمیخوره چون رقیبته. به درد شما بهترین توزیع کننده های اون کالا در بازار میخورن که بیان شریکت بشن. این تیکر من متوجه نشدم آقای عباسی، یعنی این کوشنری چی بگم؟ حالا من میخوام یه پروژه رو ایجاد بکنم دیگه. مثلا من میخوام فرض بفرمایید بیام پروژه ساخت نمیدونم قطعات جلوبندی پرایدو تولید بکنم، درسته؟ الان خب. من پارسل این رو چطوری پیدا کنم؟ حالا به شما میگم، اول اینکه من باید ببینم چه متریالی رو میخوام، بیام سوال کنم آقا این ماده اونجا هست. این یک. یه سری کارا رو برون سپاری میخوام بکنم، بگم اینو آیا اینجا هست، پرس مثلا فلان چیز هست، بهمان چیز هست، اینو هست. من خودم سال 2004 زمانی که بدونم چه ماشینالاتی رو بیارم، چه ماشینالاتی نیاز نیست. آفرین. خب بعد چه موادی هم وجود داره، چه موادی وجود نداره، کدومشو میتونم وارد کنم، چجوری کدومشو باید وارد کنم. خب حالا مثلا میخوام بگم من اصلا یه سری از قطعاتم باید گالوانایز بشه، آیا اونجا حوزه گالوانیزه گرم هست من نیاز داشته باشم یا باید خودم ایجاد بکنم، میتونم برون سپاری بکنم؟ خیلی مهمه تو کارم. بله. اینا باید تهیه کنم. آب، برق، مثلا قطعه زمین، مالیات چقدره، فلان چقدره، هزینه نمیدونم کیلووات چقدره، کارمند چقدره، بیمه چقدره، تامینات اجتماعی چقدره، مالیات چقدره، همه اینا رو تهیه بکنم و بعد اینا رو سوال کنم. خب حالا رقبا کدوم کارخونه ها اینجا دارن کار میکنن پیدا میکنم، یا شاید هم اصلا نباشه. خب کیا اینا رو توزیع میکنن، از کجا میارن، از کدوم کشورها میارن؟ اونی که داره توزیع میکنه و یه عمری این کار است، الان اگه بهش بگی بیا من میخوام با تو همونو اینجا تولید بکنم، فکر میکنه چی به شما میگه؟ به شما میگه نه؟ قطعا بهت میگه آره، بیا با دمت گرم، داری اینو میتونی ایجاد کنی؟ اینو میگه آره، بیا با هم کار میکنیم. همین الان خیلی از کارخونه های شهرک های صنعتی چیز دمشق تعطیله، خیلی هاشون میشه فضاشو استفاده کرد، خیلی ممکنه ماشین داشته باشه. بله، فقط عرض کردم شما وقتی میخوای یه هزینه هنگفتی بدی، اون هزینه هنگفت رو صرف یه هزینه کوچیک مطالعاتی اونا رو حروم کنی، اون مهمه. خب حالا بس من حداقل به این جنبندی رسیدم که اگر کسی بخواد یه مارکت ریسرچی انجام بده، خب طبیعتاً دو تا راهکار داره. یکی اینکه خودش بیاد تو اون کشور هدف شروع کنه، مطمئن خب طبیعتاً هم هزینه بیشتری رو بعد انجام بده. همین که آرزم به حضور شما، احتمال اینکه به پاسخ درستم برسه خیلی پایینه دیگه. مثل این میمونه که به هر حال یه خارجی بیاد تازه ایران، مثلا درباره بازار فرش بخواد تحقیق بکنه. خب تحقیقی که من و شما
حالا با توجه به ایرانی بودنمون و این محل زندگیمون هست میتونیم انجام بده، قابل مقایسه با اون فرد خارجی نیست. اینم تقریبا شبیه همین. من پیشنهادم اینه کجا بریم، حداقل میدونیم کجا بریم برای سرچ کردن، نریم حداقلش گیج بزنیم. دقیقاً. بعد عرض به حضور شما که و خب دانستن زبان هم که دیگه خب طبیعتاً فوق العاده مهمه. اینی که دوستان من بهتون پیشنهاد میکنم که اگر یه همچین حرکت مارکت ریسرچی خواستید بزنید، البته من تایم آقای عباسی رو نمیدونم، ولی قطعاً یکی از گزینه‌هایشون میتونه باشه، یکی از بهترین گزینه‌ها. چون فکر میکنم بیش از چون من ده حالا خودشون تصدیق کنن اگر اشتباه میگم، بیش از 17 ساله تو این کشور. من از 2004 از 2004 اونجا هم دیگه بله. و دیگه واقعا به نظر من بیشتر از یک سوری حالا اطلاعات دارن، چون دائم تو تریدن، یعنی اونجا کارمند و اینها مثلا چیز نیستن، دائم با تجار سوری در ارتباطن. اینه که یه فرصت خیلی خوبیه و خود آقای عباسی هم علاقه‌مندی نشون میدن. به هر حال اگر گزینه خوبی باشه، شاید حالا من دارم از ناحیه شما صحبت میکنم ببخشید، شاید بیان باهاتون شریک هم بشن. آره، به عنوان یه پارتنر ایرانی طرف سوم، یعنی یه طرف شما طرف سوری، ایشون هم طرف سوم، میتونه فوق العاده یه ترکیب عالی بشه. البته ما هم الان من یه حداقل یکی دو تا فایل تو ذهن خودم باز کردم، ان شاءالله بعد از این لایو مزاحم شما بشیم آقای عباس. توضیحاتی که فرمودید. خب اگر موافق باشید ما کامنت ها رو باز بکنیم. فقط چند تا سوال اینجا پرسیدن، من اینا رو بپرسم. خب دوستی گفتن که البته بحثمون هم تمومه، یک ساعتمون تموم شد تقریبا. آره تموم شد دیگه، این سوالات رو بپرسیم. فرمودن که بپرسید در حال حاضر اولویت صادرات چیست و استانداردهای لازم چیست. حالا اولویت صادرات رو تقریبا یه اشاره‌ای کردید، حالا میخواید درباره استاندارد صحبت کنید. حالا اولویت صادرات هم اگه چیزی دارید بفرمایید. توی بحث مواد غذایی، چون خیلی‌ها از من بحث مواد غذایی رو الحمدلله سوال میکنن که من هی میگم نکنید بابا، اونجا خودشون صادر کننده هست. تو بحث مواد غذایی عرض کردم خمیر مایه، نشاسته، فکر میکنم جوش شیرین هم هست، شیر خشک صنعتی به اضافه پودر آب پنیر، اینا خوب داره میره. قطعات خودرو میره خیلی کم، عرض شد خدمت شما عرض کنم که حالا لوله چودنی میره، مواد اولیه، مواد مساله ساختمانی چطور؟ نه مساله ساختمانی نمیره، میلگرد خیلی کم میره، چون میلگرد هم باز محدودیت داره، وارداتش جزء چیز نیست. به شکل عام عرض کردم مثلا کود اوره میره، سود پرک میره، اونجا خدمت شما عرض کنم که این داستان مواد اولیه، فقط مواد اولیه، کالای آماده، نمیدونم قطعات پلاستیکی آشپزخونه و سطل و لگن و فلان و اینا، اصلا این حرفا مثل بازار عراق نیست که اینو استفاده بکنه، روب گوجه و کمپوت اینا. یه چیز دیگه هم هستش، گاهن برای بعضی از مناقصات دولتی تن ماهی هم هست، که یکی نه بگه آقا ما تن ماهی هم ساده، گاهن برای بعضی از مناقصات دولتی تن ماهی هم هست، و الا احتمالاً به سربازاشون میخوام بدن دیگه. هم برای بخش نظامیه و هم برای خدمت شما عرض کنم که یه تشکیلاتی دارن مثل شرکت تعاونی خودمون، شرکت تعاونی دهه 60 مون دولتی، مردم میرن خرید میکنن اونا رو هم خود مثلا داره. عرض به حضورتون که پرسیدن ظروف یا مصرف که پاسخ دادید، ذهنیت ما از یک کشور جنگ زده عوض شد. بله لطفا از جناب عباسی بپرسید در زمین صنایع غذایی که پر جواب ده، صنایع غذایی چه فرصتایی هست، طرف میتونه قطعه اولی خود رو اینجا بزنه بعد بره تو سوریه. آهان اینم سوال خوبیه، میگن که امکانش هستش که ما مثلا CKD ارسال بکنیم. امکانش بود ارسال. نه امکانش بود، چون اینقدر ایران خودرو این کار رو کرد و کرد و کرد و اتاق رنگش رو که تولید زده بود و چیز نکرد و همچنان میخواد SKD بیاره. بابا توی شهر توی کشور 5 سال SKD کار میکنن، نه 15 سال. خب دیگه اون کارخونه نیستش که، اون کارگاه مونتاژه دیگه. الان SKD رو مخصوصا از طریق ایرانی ها
قبول نمی‌کنن. خیلی سخته، خیلی سخته. آها، یعنی اینکه یه کارگاهی اونجا زده بشه که یه قطعه 70% تو ایران، 30% تو سوریه، میگید نه گزینه خوبی نیست. نه دیگه، آخه اون 30%، 15-20% فقط کارتون مارتونشه دیگه، دیگه 4 تا پیچ بستنش باید اونجا تولید کنه، چون داره امتیاز رومت اونجا ببندن امتیاز... که از اون 1% اینا استفاده کنن. آره نه دیگه، همون دیگه دقیقاً همین کار رو دولت دیگه قبول نمیکنه. نمیکنه. خب من گفتم که با بنی امیه داریم کار میکنیم. خب قطع این که پرسیدیم، خسته نباشید. حبوبات هم میخواید در حد چند ثانیه؟ گفتم که من مواد غذایی رو توضیح دادم که دوست عزیز. بله دیگه گفتم، توضیح دادم مواد غذایی که داره وارد میشه همین. خب پرسیدن استانداردهای قطعات رو خودشون تعیین میکنن یا استاندارد خاصی داره بعد اون استاندارد تولید بکنن؟ نه استاندارد خاصی نداره دیگه، باید اون قطعه در حقیقت وقتی میاد، خب معمولا سی ای رو میخوان یا مثلا اس جی اس رو گاهن، نه همیشه، ولی مثلا ببینید سی ای که حالا هزینش هم زیاده، حالا همیشه نیست دیگه، ولی مثلا برای خودروهای ایرانی نه، همون استاندارد ایرانی کافیه، یعنی دنبال این نیستن که بخوان، آره دنبال این نیستن که بخوان استاندارد خاصی رو بگیرن. قطعات خودروهای خارجی چطور اون مشکل ایجاد میکنه؟ نمایندگی های مختلف دارند، لطفاً با دم شیر بازی نکنین، چون اونجا میزنن لهتون میکنن. یعنی خودشون خب همین اونجا... منم این صحبت هم اشاره کردم، شما فرمودید خوبه که مثلا فرض کنید که نه تولید کنی بله منم تولید رو میگم، آره تولید رو میگم، نه نه من فکر کردم وارده، نه تولید اصلا حرف نداره، تولید هر چی بخوای تولید کنی اصلا طرف میتونی به طرف بگی آقا این دیگه اجازه نداره این قطعه رو وارد کنه، چون آقای وزارت صنایع من دارم تولید میکنم. متوجه. خب اونجا قیمت هم به دلار هست یا به چیز دیگه؟ بعد پرسیدن حداقل سرمایه به نظر، خب این حداقل سرمایه متناسب با اون کالاست دیگه، کلی که نمیشه ولی دلاری پول جابجا میشه آیه نه عباسی؟ نه طبق قوانین سوریه، جهت اطلاعتون به شما میگم، اگر شما به عنوان یک غریبه باشید، ماکسیموم تو جیبت، یعنی پلیس اگه تو خیابون بگیرت، بیش از $1,000 داشته باشی شما جرم دارید، و اگر شهروند باشی بیش از $100 بیش از $100 آره، و اگر شهروند باشی بیش از $100 تو جیبت باشه باز جریمه داره. یعنی درست هم دلار خیلی داستان چیزی داره، ولی راه های رسیدن به خدا الحمدلله بسیار فراوونه. نه فکر میکنم سوالشون ناظر بر اینه که مثلا اون چیزی که ما با پارتنر سوریمون عددهایی که جابجا میشه الان روی در واقع پول رایج خود سوریه، با دلار و یورو نیست. نه دلاره به خاطر اینکه تو اون قاعده من یه لایوی داشتم، مال یه دونه ببخشید یک لایوی داشتم در تو بخشنامه آخر بانک مرکزی بود که بخشنامه 1070، توی اون توضیح دادم که اصلا شما هر پول رو برای خرید کالا میخوای جابجا بکنی، تأمین دلارش یا از طریق بانک مرکزیه و یا از طریق صرافهایی که توسط بانک مرکزی معرفی شدن، و نشون به این نشون که زمانی که ایمپورت لایسنس میگیری، مجوز واردات میگیری، آقای صراف باید پشت ایمپورت لایسنس تو مهر کنه، تعهد بده و نامه بنویسه که آقا این پولشو آورده اینجا داده، ما به ازای اون دلار اینقدر چیز کردیم و اینقدر دلار فرستادیم برای این کار. در غیر این صورت اول دخل صراف در میاد، بعد دخل اون تاجر. هفته به هفته هم باید اکسل لیستش رو به من، اینو کامل تو اون کلاب توضیح دادم، یعنی این بخشنامه رو خوندم به عربی و دونه دونه ترجمه کردم. حالا آقای عباسی یه چیزی هم بپرسم، حالا جز سوالات دوستان نیست، جز سوالات خود منه. ببینید مثلا تو روسیه خب این تیپ قوانین خیلی سفت و سخت و
وجود داشت و کماکان هم داره. مثلا اونجا ما فعالیت هایی میخواستیم انجام بدیم، بعضا یه قوانینی که واقعا برای ما عجیب بود برای کشوری که تا این حد هم پیشرفت کرده، ولی به شدت اونجا در واقع بایپس کردن قوانین از طریق حالا پولایی که بین کارمند جا به جا میشد رایج بود. میخوام بدونم چقدر سوریه این شکلیه. این رو متاسفانه رو لایف نمیشه توضیح داد. آها نمیشه، اونجا امنیت شما به خطر میمونه. از کردم رو رسیدم به خدا زیاده. کار ما رو اونجا همین موضوع رو مینداخت. خود اونا میگفتن اینقدر درستش میکنین. بله بله خیر ایشالله. خب دوستی پرسیدن که ضرب المثل میگن حکلی لحکلک، منو بخارون تو وسط بخارونم، اونجوری اونجوری بله اینجوریه. منو بخار تو بخوام فارسیش چی میشه، بخوام یه معادله فارسی بگم الان بچه ها کمک کنن، حالا بگید کامنتار هم باز کنیم چون یه چیزی تو فارسی هم داره. خب دوستی پرسیده خب. آره الان باز کردم. دوستی پرسیدن راه زمینی باز شد؟ نه یه قسمت کوئسشن داره داشتم از اون میپرسیدم. نه پرسیدن که راه زمینی درست شده یا هنوز داره از راه دریایی ترانزیت میشه. نه در رابطه با حمل و نقل من توضیح بدم، چیزی به نام جاده عراق وجود ندارد به هیچ وجه، اما راه زمینی داریم. یعنی چی؟ ما دو راه داریم، یکی کشتیرانی جمهوری اسلامی که از بندر عباس هم میشه و یکی کالا میاد بندر مرسین، در اونجا تریلی های سوریه‌ای هستن پشت به پشت همدیگه قرار میگیرن و خدمت شما عرض کنم که اونجا چیز میکنن، اونجا کالا رو از ماشین ایرانی به ماشین سوریه‌ای منتقل میکنن، ماشین سوریه‌ای این اتفاق در یک در اسکله، ماشین سوریه‌ای بیرون نمیاد، اجازه بیرون اومدن ندارد و عرض شود خدمت شما که اونجا چیز میکنه، اونجا وارد یک کشتی بزرگی که خودرو هم میکنه، اصطلاحا بهش میگن رورو، میشه میره بندر ترابلس لبنان و از اونجا دوباره راهش رو ادامه میده میره به سمت سوریه. این سریع ترین راه حمل کالاست که معمولا برای کالاهای سریع الفساد مثل شیر و آب پودر آب پنیر و اینا از این روش استفاده میکنن، ظرف کمتر از 15 روز کالا میرسه در انبار طرف، یعنی طرف تریلی میره اونجا میره گمرک ترخیص میشه و همون تریلی میره در انبار تخلیه میکنه تموم میشه میره. بسیار خب. دوست دیگه ای پرسیدن، حالا اگه درست بخونم، گچ زده، حالا نمیدونم گچ زده چیه، شما میدونید شما بگید. صنایع روشنایی مثل هالوژن سقفی دیواری این چطور؟ کلید پلیز هالوژن و اینجور چیزا فروشش خوبه، هم تولید اگه تولید بکنی که خیلی عالیه، اما اگر تولید نکنی وارد کنی باز خوبه، به شرط اینکه بتونی با چین رقابت کنی. خب سیموکابل نه کلید پلیز سیموکابل نه کلید و پلیز چرا؟ بله اوکی. بله چون سیموکابل اولا دو تا کارخونه خیلی بزرگ، سه تا کارخونه خیلی بزرگ کابل سازی دارن که فقط در مقطع های ولتیج تولید نمیکنن، میدیوم و لو ولتیج رو تولید میکنن و برای سیم زیر پله‌ای تا دلت بخواد دارن. خب دوستی پرسیدن هزینه حمل یک کانتینر 20 فوت از ایران به سوریه چند دلاره؟ کانتینر 20 فوتو باید به من بگی کالات چیه، خدمت شما عرض کنم که وزنش چقدر، نوع بسته بندیشه که به شما بگم، در غیر این صورت معذورم. چرا مثال برات میارم؟ خب چون اگر بخوای شیشه حمل بکنی باید عملیات لاشینگ مثلا انجام بدی، اگه بخوای سرامیک انجام بدی پالت میذاری اونجا، خب این فرق بکنه. بفرم بله. حالا حدودی میتونید بگید برای که جواب این دوستمون هم داده باشید؟ آخه ببینید، نه ببینید این شامل حمل زمینیش میشه، THC‌ش میشه، خدمات بندری میشه و اوشن فریت. الان نمیشه گفت، ترجیح میدم نگم که بعد نمیگن آقا عباسی اینو گفت. بسیار در مورد دیزل بله ببخشید خواهش میکنم، در مورد دیزل جنراتور چطور، این بازارش چطوره اینجا پرسیدن؟
خوبه، ولی پیشنهاد میکنم بیا اگه تولید کننده ای بیا اونجا تولید کن، خیلی عالیه. هم بازار عراق رو خواهی داشت، هم بازار سوریه، هم بازار بدبخت و بیبرق لبنان. آها خب، پس خیلی عالیه. پس حوزه صنعت، حوزه برق رو خیلی شما سفارش میکنید کلا؟ بله، اصلا الان انقلاب برق توی سوریه است. الان یه انقلاب برق باید تو سوریه انجام بشه. الان با تعرفه های جدیدی که دارن برای برق میخوان تعریف بکنن، از الان هم هی دارن شایعش رو پخش میکنن که مردم آمادگی ذهنی داشته باشن. مثل همون دوستمون بود که خودش خبر نداشت بنزین گرون شد، مثل اون دارن الان آماده میکنن ذهنو. عرض کنم خدمت شما که برق هم همینجوری، به خاطر این همین همه دارن میرن سمت انرژی خورشیدی. الان چند ساعت برق دارن مردم سوریه؟ 24 ساعت رو دارن یا نه؟ خیر، کجا برای کجا؟ اگه تو وسط شهر باشه 3 ساعت 3 ساعت. مثلا یه جایی مثل بیچاره های بدبختی که توی مثلا شهر زینبیه کنار حرم حضرت زینب نشستن، اونا گاهن حتی تا 20 ساعت هم شده که برق نداشتن. خب پس اگر کسی بتونه توی این حوزه پیشنهادی داشته باشه، حالا انرژی های بله، از حوزه شما تجدید پذیر اینها به نظر میرسه خیلی خوبه. ضمن این که چون الحمدلله هزار مرتبه شکر گازوئیل، میدونی که گرمایششون با گازوئیله، چون گازوئیل و گاز هم گیر نمیاد و با کارت هوشمنده، اگر سیستمای برقی باشه که آدم بتونه استفاده کنه، به مراتب فروش خواهد داشت. خب یه دوستی سوال خوبی پرسیدن و سوال منم بود، با توجه به وضعیت برق که الان اونجا هست، خب شهرک‌های صنعتی، کارخونه ها، اینها چجوری داستانشون بخوان اونجا تولید نه، کنن؟ داستان شهرک های صنعتی فرق میکنه. اونا قطعی برقشون مثل خودمون یه چیز منظمیه، جدول داره و خیلی کم قطع میشه، به این شکل نیستش که بخواد قطع بشه. خب خوب. عرض به حضور شما که حالا یه دوستی هم گفتن لطفا نگید بیچاره و بدبخت، حالا منظوری نداشت آقای عباسی، ولی حالا کلن نه واقعا، آره بیچاره از این بابت که بله محروم دیگه. نه نه محروم نیستم، پوز عالی جیب خالی. خب از اون خیلی خیلی اینجوری هست، پوز عالی و جیب خالی هست. خب به خاطر همون گفتم شما میبینی یکی یه دونه ماشین بنز سوارن ولی برق تو خونش نیست. نیست؟ آره بله، چشم. حالا ما همون بنز هم نداریم، برق هم آرام آرام نیست. خواهم بگم که آره خلاصه ما آرام آرام داریم شاخصه های فلاکت رو تغییر میدیم. حالا این دایم هم داره زفت میشه داستان. خب هزینه انرژی بالاست برای تولید پرسیدن؟ نه به نسبت کشورهای دیگه نه، سوریه جزء کشورهاییه که انرژیش ارزونتر از خیلی از جاهاست، ارزونتر از عراق، ارزونتر از لبنان و بسیار ارزونتر از اردنه، بسیار ارزونتر از اردنه، حتی ارزونتر از مصر. چون انرژی تو ایران خب خیلی قیمتش پایینه، به هر حال تو ایران کننده ها قیمت انرژی عادت کرده. بله بله. صادرات کیف و کفش فکر کنم قبلا گفتید خیلی ممنوعه. ممنوعه، چرم جزء صادرات ما نیست، ضمن اینکه سوری ها خودشون تولید کننده کیف کفش چمدونن و عمده صادراتشون به سودانه. آها خب خوراک دام و ماکارونی، مگه خوراک دام ماشینالات خوراک دام؟ آها فروش میره اگه ماشینالاتت خوب باشه، ولی از من نخوام. ولی میدونم فروش میره، بازارش خوبه، میتونیم برای روش کار کنیم. خب بسیار عالی. آیا تولیدی مواد که گفتیم یه سوالات جدید دوستان رفتیم روی یک ساعت و نیم. آره دیگه آرام آرام اجازه. آیا تولید مواد غذایی که شرکت در سوریه مناسب است مثل خمیر مایه؟ گفتید مناسبه دیگه.
میگن خمیر مایه تولید بیام تولید کنیم تو سوریه خمیر مایه. آره اگه کسی تولید کنه آره چرا نه، خیلی عالیه. اگه میخواد اگه کسی تولید ببین اگه تولید بکنید در دولت با توجه به اینکه تمام نونوایی ها یعنی 90% نونوایی ها بخش دولتی ان خب و خیلی هم بخش دولتی ان و چیزه، دولت قشنگ دستت هم میبوسه پاشو بیا من کمکت میکنم. ولی خب خیلی هم عالی آقای عباسی قول کمکم دادن. پرسیدن سنگای زینتی مثل فیروزه عقیق، والا مردم خسته شدن از بس که این الماس ملماس و فیروزه اینا گذاشتن تو دست و پاشون دیگه تکراری شده. بابا من دارم میگم نون ندارن برق ندارن، شما میگید فیروزه و عقیق. نه همین ببینید محصولات را صحبت عباسی منم برداشت کردم دیگه، محصولاتی که تو اولویت های حالا فکر میکنم دهم یه خانواده هم نیست طبیعتا با توجه به شرایط این سنگ ها رو شما ببرید قطر، قطر خیلی بازار خوبیه. آره مثلا خاطرتون باشه عرض کردم که مثلا صنایع دستی هم کسی فعلا چیز نداره. بله من یه سوریه خودش صنایع دستی نسبتا خوبی داره، من فوق العاده. آره من 7-8 سال پیش بود آقای عباسی با یه سوری صحبت می‌کردم، این توی فیسبوک صنایع دستیش گذاشته بود برای فروش، من نمی‌دونستم سوریه. باهاش یه ذره صحبت کردم گفت آره من تو حلبم و این داستانا، خیلی یعنی به من نشون داد خیلی خوش اومد، قیمتاش هم انصافاً پایین. بله کاشی سرامیک ممنوعه وارداتش. خب ممنوع، یعنی کاشی سرامیکشون در این حد پیشرفته است دارن. ببخشید اون موقعی که ما بزرگ اون من صحبت سال 2006 میکنم، زمانی که ما مجتمع کاشی می بود بزرگترین مجتمع کاشی ایران بود، خب زنوبیا به تنهایی فقط کارخونه اولش، نه اون کارخونه دو، چون یه کارخونه داره تو کسبه یه کارخونه داره توی درعا و ادرا، خب فقط کارخونه اون موقع کارخونه ادر به حساب کسبه که من میرفتم بهشون پیگمنت میفروختم روزانه 75,000 متر مربع تولید داشت. بچه های دانشگاه می بود، اساتید دانشگاه می بود با من میومدن، خب میگفتن تولید این از تولید مجتمع کاشی میبود بیشتره. بله زنوبیا هست الان 4 تا کارخونهشون عملا دارن کار میکنن. جهت اطلاعاتون زنوبیا، اشپیلیا، اشام و بلقیس. خب بسیار عالی. خب دوستان دیگه ای هم که پرسیدن نمیدونم چیپس و پفک و شیرنی دیگه حالا بعدن برن این لایو ما رو ببینن، پاسخ دادن آقای عباسی که اینا بازاری به اون صورت نداره. از بزرگ آها درب ضد سرقت فروش نداره چون خودشون تولید میکنن، ولی این رو یعنی 90% مطمئنم، 100% مطمئن نیستم، برای اینکه چیزی که مطمئن نیستم نمیگم مطمئنم. خب آی او تی رو پرسیدن، چیز اشیا آی او تی اینترنت اشیا. بله اینترنت اشیا ببینید تو بحث اینترنت الان داغ ترین بحثاشون مبحث سویچ های پرداخت هستش که خودشون هم دارن روش کار میکنن. یک اپراتور سومی هم اونجا داره کار میکنه که ایرانیه، خب و شرکت های پیمنت دارن کار میکنن. خیلی خیلی یکی از بزرگترین مشکلاتشون اینه که هنوز نتونستن بسترشو آماده بکنن و بحث پوز رو جا بندازن و به مردم یاد بدن که آقا پولتون رو تو جیبتون نذارید. حالا با توجه به تورمی که ایجاد شده، دلار شده 3500 تا، مجبور از این به بعد مردم مجبورن این کارو بکنن چون دیگه کسی نمیتونه یه اینقدر پول هر روز بذاره رو کولش با خودش را ببره. خب بسیار عالی. یه دوستی هم پرسیدن به نظرم سوال خوبیه، پرسیدن درباره خدمات هم یه مقدار بگید چه مدل خدماتی اونجا الان نیازه. ببین سوری لبنانی ها خودشون معمولا آدم میفرستن این برانبر خدمات بده،
تو حوزه پزشکی و اینها الان خیلی از اطبای ما دنبال نیرو صادر میکنن پزشکی؟ پزشکی. آره تو بخش پزشکی من پیشنهاد میکنم پزشکای ایرانی برن دنبال آفریقا بگردن، چی بگردن؟ دنبال بازارهای آفریقایی بگردن. آفریقا بله. آره کلینیکای تو کشورهای آفریقایی بزنن. حالا من یه چیزی بگم آقای عباسی، ما یه دوستی داریم تو عمان، این دنبال پزشکای ایرانی بود و اینها، بعد ما بهش قیمت دادیم یه چند تا متخصص ایرانی که برن اونجا چند تا عملی انجام بدن، پزشکای خوب. بعد اینها این دوستان ایرانی گفته بودن مثلا ظاهرا ما کمتر از ماهی 15,000 دلار کار مثلا کار نمی‌کنیم، 15,000 دلار می‌گیریم مثلا در ماه یه 7-8 تا عمل و اینها. این بنده خدا ایگنور کرده بود، بعد رفته بود پزشکای هندی رو پیدا کرده بود با نصف قیمت، نه با ربع قیمت اومده بود، همین با ربع قیمت. چه قیمتی اونها رو گفت؟ با 1,000 دلار. گفتم خب من فکر نمی کنم اون مریض زنده بمونه. نه اینجوری نیست، امنیت مریض. حالا من یه شوخی کردم، ولی منظوری که میگفت با 1,000 دلار پزشکای هندی، آخه پزشکای هندی هم 1,000 دلار نیست، به خاطر اینکه عمان رو من خودم ریزشو میدونم. خیلی عذر میخوام، توی این مالای تجاری اون کارگر هندیه که دم معذرت میخوام سرویس بهداشتی وای میشه تقریبا 1200 دلار میگیره ماهیانه. بله نه خب. نه 1000 دلار برای چون... هر عملی. آه خب میگفت 3 تا عمل ما میخوان، 3 تا عمل مثلا 3000 دلار در مجموع به اینها خب. میدادن. خب بعد بقیه روزا چی ویزیت میکردن؟ بقیه روزا ویزیت میکرد دیگه. آره اینم به شما بگم، بعد به من میگفتش که خودش این یعنی اعتراف فرد عمانی، میگفت اون مهارت چون قبلا با ایرانی ها کار کرده بود، میگفت اون مهارتی که پزشکای ایرانی داشتن هندی ها. بله بله دقیقا میگفت، دقیقا میگفت مهارت ایرانی خیلی بالاتر بود. آره. ولی خب حالا بعد برام سوال اینجا دیدم، ببین راه اندازی تولید لباس، دوست عزیز خودشون تولید کننده های لباس هستند و جدا لباس‌های سوریه‌ای رو باید ببینید، لباس ترک باید بره جلوش بوق بزنه، اینقدر کیفیتش عالیه، فوق‌العاده عالیه. سوال کرده تولیدات صفحات خورشیدی چطوره، بجم بیا و شروع کن. خب سنگ طبیعی هم که گفتیم اینجا برادر گفتن درباره روحیات و علایق. یه دوست دیگه ای هم من دیدم دوباره پرسیدن، گفتن که چجوری میتونیم به این سوریا اعتماد کنیم که حالا تو شراکت طبیعتا این قراردادی بسته میشه دیگه. حالا مال خودتو صفر بگیر، رفیقتو دوز نکن، جوابش اینه. آره دیگه طبیعتا مثل همه جای دنیا دیگه، مثل همه جای دنیا قراردادی. و خب تولید مواد غذایی که اشاره کردین در سوریه مناسب است؟ من نگفتم تولید مواد غذایی در سوریه مناسب است، من گفتم دارن تولید میکنن خودشون، اگه میتونی بری باشون رقابت بکنی، اگه با ذائقهشون میتونی تولیدات تو چیز بکنی، برو تست کن ببین میتونی، ولی دنبال یه چیزی باش توی سوریه تولید کنی که اونا تولید نمیکنن. وقتی میخوای بیای از صفر شروع بکنی، ناخودآگاه بهت حمله میکنن. خب یه دوست دیگه هم سوالی پرسیدم، من به نظرم سوال خوبیه، پرسیدم پرداخت در مقابل اسناد. ببینید همونطور که خود شما میدونید به هر حال یه ادوانس پیمنتی اون خریدار میده 20%، 30%، حالا هر چقدر. بعد 60-70% میذارم موقعی که به هر حال اون اسناد اصطلاحا ریلیز شد. خب کنم ولی خب بعضی ها قبول نمی کنن دیگه، خریدارا میگن نه مثلا داشتیم خودمون جان. من این کارو نمیکنم. من خب سوریا چی جوری ان قبول میکنن در مقابل اسناد؟ یعنی چی؟ یعنی کالا بدن بعد پولشو بگیرن یا کالا بهشون بدی؟ نه ببینید الان فرض کنید من الان فروشندم، شما هم تو سوریه خریداری درست؟ بله شما بله از من یه چیزی میدم بین 30 درصد مثلا شما 30% رو درود بر شما به من میدید، میمونه این 70%. آره. این 70%
خب این 70% من نگرانیم چیه؟ چون LC که الان باز نمیشه، من نه نگرانیم این که نکنه کالا بره اونجا، شما مثلا شما نوعی رو عرض میکنم، پول ما مثلا دا پرداخت نشه اینها، اینی که در مقابل اون اسناد حمل بارنامه و حالا وارد دیتیلش نمیشیم، خریدار میاد میگه خب چون این اسناد حمل رو در واقع ریلیس کردی، این اسناد حمل به نام من آقای عباسی، یعنی من میبینم بارنامه به نام من خورده و من میبینم به کشتی یا اون به هر حال فورواردرم کالا رو فرستاده، مابقی رو پرداخت میکنم. یک سری از کشورها این کارو نمی، حالا کشور نگیم، تریدرها این کارو نمیکنن، میگن نه کالا باید بیاد اینجا، رسید تو این دستینیشن نشست، حالا من یه بازرسی هم کردم پولتو بهت میدم. نه میگن این سوال من به خدا این بود سوریا چه شکلی؟ نه اصلا این حرفا نیستش. سوریا که هیچی، امریکایی‌ها هم همچین چیزی رو قبول نکن برادر من. خیلی ساده است، 30% داون پیمنت میگیری، من باشم 50% میگیرم. خب یک، به خاطر اوضاع بد بازار ایران که رو متریالم رو بخرم. یک. دو، کالا رو اگر گفت چه ضمانتی داره، دو تا روش داره. یک، آقا تشریف بیارن اینجا، قدم رنجه بفرمایند، کالا رو بازرسی بکنند، همینجا جلوی چشش پلم بشه بره. این شرکت بازرسی بیاد وسط. خب دو، یه ترید پارتی اینسپکشن که یه شرکت بازرسیه که دو طرف قبولش دارن، بیاد بازرسی کنه، سرتیفیکیت صادر کنه، نمونه برداری بشه بره. بعد از اون کالا که حمل شد، کپی اسناد، نه ریلیز، کپی اسناد رو براش ارسال میکنی، بهش میگه آقا این کپی اسنادت، ببین این شماره کانتینرته و و و و این بی الت، کپی بی الت، پولتو پرداخت کن، فلان تاریخ کشتی میرسه، ریلیزت میرسه دستت و سلام، گیم ایز اوور. خب حالا یه نکته ای وجود داره آقای عباسی، تو بعضی از گمرک ها ما داشتیم دیگه، الان گمرک هند تقریبا این اتفاق چند بار افتاده، با کپی هم طرف رفته در واقع کالاشو ترخیص کرد. به حال ممکنه، محال ممکنه. خب این انجام این... دادن حالا یا پول به خب این توافقه بره. نه این توافقه، این توافقه خدمت، اولا به خاطر این که اولا به خاطر اینه که ممکنه شرکت ممکنه چیز کرده باشه، ممکنه یک اصطلاح یادم رفت، اصطلاح دریاییش رو، یک اصطلاحی داریم تو دریایی که به محض اینکه کشتی حرکت میکنه شما پول میدی، کشتی حرکت میکنه تموم. خب من زمانی ریلیز میدم اصلا پول کشتیرانی رو، آقای واعظی پول کشتیرانی رو من نمیدم، زمانی که پول کشتیرانی رو میدم که تلکس ریلیز برای من صادر بشه، اصلا زمانی که تلکس ریلیز واسم صادر نشه من پولو نمیدم. لذا کشتیرانی نمیتونه، کشتیرانی چون خودش طلبکاره نمیتونه، این یه اصطلاحی داشت یادم رفت اصطلاحش رو الان، به محض اینکه کشتی حرکت میکنه شما پولو که میدی میگه آقا تموم شد دیگه، الان با کپی هم میتونی آزاد کنی. اون از اون بند استفاده کرده که اگر در طول صحبتمون یادم اومد اون اصطلاح رو من به شما میگم. خب از اون حالا به این موضوع رو بذاریم برای بعدن، من میبینم دوستانی هم یه سری سوالات پرسیدن. سازت آهان من فکر کردم سواله، ولی یه دوستی پرسیدن سازت آماده است، حالا یعنی چی من نمیدونم، عرض به حضور شما که کیه؟ نمیدونم حالا اسم یور بوی نمیدونم، حالا عرض به حضور شما که از قضیه گلخانه سازی و صنعت مرغداری دارن اونجا، میتونید بیایید شما بزنید، من در کشاورزی جدا نمیتونم نظر بدم. آها خب مواد آبکاری هم که دیگه ما دیگه آرام، آها روغم موتورم بفرمایید، گفتیم دیگه اینا رو، خیلی اینا رو گفتیم به نظرم دیگه، خیلی بله دیگه طولانی شد. بله بله دیگه من فقط صرفا برای که احترام بذاریم به دوستام از این جهت که همه تقریبا من سوال جدیدی نمیبینم، یعنی این سوالات غالبا مشابهش. آره دوستان اگر سوالی دارن میتونن بعدا خدمت شما عرض کنم چیز کنن. بله دایرکت کنن، دایرکت کنن. خب آقای عباسی عزیز من خیلی خوشحال شدم
فکر میکنم یک ساعت و نمیدونم چقدر شد در خدمت شما بودیم. به نظرم یکی از لایوهای بسیار خوب بود، مطالب بسیار ارزشمندی آره بیان شد، دم شما میگم. دوستان پرسیدن نحوه ارتباط با آقای عباسی، دایرکت بدید به ایشون بهترین نحوه ارتباط. درست میگم آقای عباسی؟ دایرکت بله 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 دایرکت. خب آقا اگه نکته ای داری من دیگه صحبتی ندارم. من شما هم حالا انشالله فکر کنم که نمیدونم این قول رو میتونیم بدیم یا نه، اگر تونستیم یک سری لایوهای دیگه با جناب بایزی خواهیم داشت در رابطه با غرب آفریقا، در رابطه با شمال آفریقا و سفر برزیل که توی خدمت ماه نوامبر انجام شد و حالا یه سری اطلاعات برای، چون خودم بار اول بود رفتم، هیچ نظری رو نمیتونم بدم، فقط مشاهداتم رو میتونم اعلام بکنم. بسیار اونم خیلی میتونه جذاب باشه. دم شما گرم. شما این لایو رو سیف کردین درسته؟ شما این لایو رو سیف میکنین؟ من اینجا بعد سیف، یعنی قطع وقتی که تمام شد گزینه سیف رو میزنم. بله مرسی، متشکرم قربان شما. قوت به همگی، دست شما درد نکنه. خداحافظ. خداحافظ شما. خدا یا علی مدد. خداحافظ. خدا. خدا.